سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدید. با ما همراه باشید. امروز قصد دارم هفت خوراکی رو به شما معرفی کنم که بهتره همیشه اونها رو با هم مصرف کنید. برخی غذاها به هم تعلق دارند. منظورمان این نیست که کره بادوم زمینی و ژله با هم خوشمزه می شوند، بلکه منظور استفاده ترکیبی از برخی غذاها برای جذب بهتر مواد مغذی آنهاست. ترکیب اول، ماست و موز. گویا بهترین صبحانه قابل حمل بهترین تغذیه بعد از ورزش هم هست. ترکیب پتاسیم موجود در موز با پروتئین های فراوان ماست می تواند به ساخت عضله و باز تولید آمینو اسیدها که در جریان ورزش مصرف شده اند کمک کند. پس در راه بازگشت از باشگاه اینها را بخرید یا از قبل در سبد غذاهای ورزشی خود بگذارید. ترکیب دوم، هویج و نخود یا هویج و ارده. اگر به دنبال تنقلاتی برای عصرانه می گردید که یک کلاس بالاتر از بقیه باشند، انتخاب غذاهایی که پروتئین و کربوهیدرات های سالم را مخلوط می کنند بهترین انتخاب است و به شما انرژی کافی برای بقیه ی روز را می دهد. نخود یا ارده که از نخود درست می شود پر از پروتئین است. آن را با کربوهیدرات هایی به شکل فیبر آبدار که در هویج هست ترکیب کنید و یکی از بهترین خوراکی های سرپایی برای روزهای شلوغ را خواهید داشت. گزینه های دیگری مثل ماست و میوه هم وجود دارد. مثلا یک سیب با کره بادام زمینی یا پنیر با بیسکویت های خانگی پر از غلات می باشد. ترکیب سوم، آووکادو با سالسا. اگر دنبال تجربه غذای مکزیکی هستید، خبر خوبی برایتان داریم. ترکیب سالسا با آووکادو مثل یک دونوازی با گیتار و کلاه مکزیکی است. اینها آفریده شده اند تا با هم میل شوند. سبزیجات رنگ و رنگ داخل سالسا سرشار از کاروتنوئیدها هستند. این رنگدانه های گیاهی کشنده بیمارها به شمار می آیند. در مقابل سرطان و بیماری های قلبی مقاوم تر شوید. با افزودن چربی های سالم داخل آووکادو به کاروتنوئیدها می توانید مزایای آنها برای سیستم ایمنی بدن را حد اکثر کنید. در یک پژوهش کاشف به عمل آمده که خوردن آووکادو با سالسا باعث تقویت جذب لیکوپن یک کاروتنوئید داخل گوجه تا 5 برابر حالت عادی می شود. یک مشت گواکاموله به سالادتان اضافه کنید، زیرا سبزی‌های برگدار پر از کاروتنوئید هستند. ترکیب چهارم، تخم مرغ و پنیر. بدن شما نیازمند ویتامین دی است تا قادر به جذب کلسیم برای تقویت استخوان‌ها شود. اما ویتامین دی به صورت طبیعی در غذاهای کمی یافت می‌شود که یکی از آنها زرده تخم مرغ است. پس به سراغ تخم مرغ بروید و آن را به صبحانه تان اضافه کنید. پنیر مورد علاقه تان را هم به آن اضافه کنید و مقداری هم بروکلی برش خورده اضافه کنید. بروکلی منبع خوب و کمتر شناخته شده از کلسیم است که ارزش غذایی این مجموعه را بالاتر می برد. ترکیب پنجم، سبزی های برگدار و روغن زیتون. ویتامین کا از استخوان‌های شما محافظت می‌کند و مسئول لخته کردن خون است. اما از آنجا که این ویتامین فقط در چربی قابل حل است، بدن شما نمی‌تواند آن را بدون خوردن مقدار چربی به همراهش هضم کند. به همین خاطر است که باید همیشه چربی‌های مفید مثل اونهایی که در گردو، مغز بادام، بادام زمینی، بادام هندی و روغن زیتون هستند را با منبع عالی ویتامین کا یعنی سبزی‌های برگدار مصرف کنید. ترکیب ششم، توت فرنگی و اسفناج. یکی از برجسته‌ترین انواع فقر غذایی در دنیا فقر آهن است. آهن نقشی کلیدی در رساندن اکسیژن به خون دارد.
فقدان این ماده معدنی باعث خستگی، ضعف عضلانی و حتی ریزش مو می شود. پس مهم است که مردم به خصوص خانم ها از غذای خود به مقدار کافی آهن دریافت کنند. یک راه این کار خوردن غذاهای سرشار از آهن همراه با ویتامین C است. ترکیب سبزیجات سرشار از آهن و مرکبات دارای ویتامین C به جذب بهتر این ماده کمک می کند. سعی کنید یک سالاد مغذی پر از اسفناج و چند برش توت فرنگی که پر از ویتامین C است را مصرف کنید. دیگر ترکیبات مشابه اینها هستند بروکلی با فلفل دلمه ای، نخود با گوجه فرنگی یا غلات سرشار از آهن با آب پرتقال. و اما ترکیب آخر، گیاهان خام و تخم مرغ. دفعه بعدی که به رستوران گیاهخواری رفتید چند تخم مرغ آبپز به ظرفتان اضافه کنید. تحقیقات اخیر نشان داده که اضافه کردن مواد سرشار از پروتئین به گیاهان خام میتواند ارزش غذایی را چند برابر افزایش دهد. در یک پژوهش توسط دانشگاه پوردو مشخص شده افرادی که هویج، اسفناج و گوجه خام را با مقداری تخم مرغ میل می کنند از مزیت جذب بیشتر کاروتونئیدها برخوردار می شوند. این کاروتونئیدها به خصوص کاروتونئید بتا، آلفا، لیکوپن، لوتئین و زایزانتین دارای خاصیت های آنتی اکسیدانی هستند که بدن را در برابر چند نوع سرطان و بیماری های چشم محافظت می کنند. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید.